چه اینتروی اجرا میکنیم با تو شرکت کننده تبدیل شدی که با اینترو وارد خط قرمز ردیفی؟ جاکری تو خوبی؟ قربونت برم. چه میکنی؟ اوضاع احوال موزیک زندگی کرونا عالی عالی. بابا اول سلام کنم به بیننده هاتون، قربونت برم، سلام، سال نوتون مبارک و اینکه کرونا به دور. آره واقعا 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 شما را دیدیم هفته حالت خوبه؟ خیلی باری جلا راضی هم ازت. خب بریم. حاضری؟ گرم کردی؟ گرم. آقا بذاری توضیح بدم به همه که بچه ها این فانه، اگه چیزی هم میگیم واقعی نبوده، همش حالا یه فانتزی داره و با حاله. میخوام بخندیم، ممکنه شروع الان شوخی جدید چه اینانی بریم خودش این هم کجا بردیم میشه نشته شروع نکنه داره اون بر هیش که خودم خیلی خوب شاکریم. پدرام من شروع میکنم. آقا مچ عشق زندگی تو با کاوه آفاق در حال میکلاف میگیری، یکیشونو باید ببخشی. من جفتشونو بخشیدم. شروع نشده بخشید. چرا سوال میکنی؟ داداش مچ عشق زندگی تو با کاوه آفاق در حال میکلاف گرفتی، کدومشونو میبخشی؟ کدومشونو میبخشم؟ یکیشونو باید ببخشی. کاوه رو عادت داره. خب آقا همه یه راهکار خاصی دارم برای مخ زدن. خب که همیشه هم جواب میده، مثلا میدونه این کارا رو بکنه این خط درسته و میرسه به اون نقطه‌ای که باید برسه. مال شما چی بوده؟ یه لحظه پدرام بذارم از که کیفیت ما بده. آره فقط یه نقطه‌ای داره، اگه جواب بدی قبلی ها میفهمن چه جوری زدی، بعدیا دیگه گولشو نمیخورن. حواست نه داداش، فن یه دونه نیست که عوض می‌کنی. آیفون هر سال یه دونه مدل جدید میده، یه اس بهش اضافه میشه، ما هر سری به این چیزه یه اس اضافه میکنیم. آقا من حقیقتاً چون سوشیال بازم تو مخ زدم، یعنی همیشه تمام مخهای زندگیمو اینترنتی زدم. داداش من نسخه آزمایشیشو بهت میگم برای اینکه ورژن کاملشو بخری. پروشو بیا به خودم. نه من تریکی که میزنم، خب طبیعتاً کارم داداش خودش یه تیریه به قلب دشمن، صاف به هدف میخوره. یه فوتوگرافر باش. ببین توفیق اجباریه کار تو، دست خودم نیست. ببین یه ذره ربط داره به کارت. ناکن من اصولا یه آدمی هم که توی اقلیت قرار میگیرم از لحاظ تنوع سلیقه موسیقی، یعنی من از موسیقی روحوزی تا جاز و بلوز میتونم گوش کنم، خب، و از جفتش به یه اندازه لذت ببرم. حالا تو حساب کن چه طیف دختری این وسطه که من میتونم به کمک اون ژانر موزیک سر صحبت رو باش باز کنم. من میگم ایران حالیه. اسم سه نفر رو بهت میگم، تو از این سه نفر باید از یکیشون موزیک رو بگیری، از یکیشون پول رو بگیری، از یکیشون سکس رو بگیری. برای همیشه. برای همیشه. خب نفر اول خوبون، نفر دوم امیر تطلو، نفر سوم کاوه آفاق. ببین اصلا یکیش که مشخصه. خب کیا کاوه و سکس که مشخصه. سکس رو از کاوه میگیری. خب آره فکر کنم موزیک رو از تطلو بگیرم، پول از خوبون. به نظر من خیلی با فکر انتخاب کرد، برعکس چیزی که ما فکر میکنیم. باش آره توقع نداشت. اسم 5 تا دوستاتونو ولی سورتش اینطوری باشه که از معروف‌تر به معمولی‌تر، که استوریو پستاشونو هایت کردیم بگین. میتونین یا نمیشه اینا؟ ببین من دوستامو هایت نکردم اخه، واقعا دارم کسی هایت کردی؟ هنرمند یادم نمیاد، من کلا 3-4 نفر مثلا 6 ماه پیش هایت کردم. خدا رو شکر که سوالی پرسید که من اصلا مشکل دارم با هایت. من یا کلا آنفالو میکنم که اصلا نباشه، یا اصلا هایت نمیکنم، هیچ کس رو هایت نکردم. من 3 نفر رو شاید هایت کردم که اون ته یادم نیست واقعا. آقا اگه دختر بودی دوست داشتی که سکس تیپت با کدوم یکی از خواننده‌هایی که باهاشون کار کردی بیاد بیرون؟ با یکیشون میومد بیرون؟ با کی میومد بیرون؟ با کی نوار بی‌ناموسیت؟ آخه این باید
یعنی از نظر من خیلی خوبه. این اینو میخوای بپرسی؟ ترجیح میدید حالا این که بهتر این آره دیگه. آره چی بود؟ چه سوال سختیه با کسایی که کار کردم. محمد اصفهانی. وای فکر کن سکت. یعنی خواست آبروی اونو بیشتر ببره. باور نکن تنهاییت رو. من تصب من چون کارم تصویره داشتم شبیه سازی میکردم. نه خب ببین نه دکتر آخه بلده میدونی دکتر جون دکتر چرا هی میری دور دور. وای وای آها یه سوال سخت. شما دوتا خب چه دروغی به هم گفتین الان اون یکی نمیدونه؟ دروغ گفتی؟ نه فکر نکنم استرس کردم. نمیگی شما جواب این سوال من یادم اومد. من بگم خیلی بزرگ نیست چون واقعا دروغ بزرگ داشت میومد اینجا چون داشت موو میکرد اینجا. روز آخری که داشت میومد مسیج زد تقریبا یادمه برای اینکه برنامه شیم چون ممکن بود برم فرودگاه دنبالش و یه مثلا درگیری ریز داشتم ولی بزرگش کردم نرفتم. خیلی چیز نرفتم دنبالش. من واقعا یادم میاد ولی اگه یادم بیاد حتما هر موقع بود میگم تو لایو ولی واقعا یادم نمیاد فکر نکنم بود. مجوز دو تا خواننده مجاز ایرانی رو باید ازشون بگیری بدی به دو تا خواننده آندرگراند یا همون زیرزمینی ایران. از کی میگیری به کی میدی؟ خب خوبه. ببین خواننده های چیز خیلی زیادن اینا که واقعا احساس میکنم بی دلیل بهتره تو یکیش خودم. بعد میتونه خودش هم آره یکیش خودت. خب دو نفری که میگیری؟ آره یکیش خودم یکیش به فکر کنم هیچ کس بدم. اونایی هم که ازشون میگیرم گناه دارن همشون زحمت کشیدم بچه. فکر کنم که از این آرون افشار رو ماکان بند بگیرم بدم. دو نفرن آرون افشار آره میگه چرا کامران فکر کنم رو هم میشن چهار پنج نفر. من فکر کردم یه روز که بندش ماکانه خودش اسمش آرونه. آخرین باری که خب پاچه خاری کردین و کارتون رو راه انداختین چی بوده؟ من قبل از اینکه بیام چیز بیام استانبول یه تصادف کوچیک کرده بودم بعد یه ذره کارم تو بیمه و اینا لنگ بود. بعد این کار بیمه رو راه مینداختم دیگه دستمال رو برداشتیم رفتیم رفتم تو. بزرگترین خواهی مالی که یادم بیاد مربوط به 7 سال پیش موقع آزادیم از زندان بوده دیگه. آره مال تو که هستم تو یعنی هر من سلطان مالش ایران شده بودم دیگه. ماساژ سنتر داشت. آقا اسم چند نفر رو میارم به هر کدومشون بگو اگه کارشون اینی که الان هست نبود چه کاری بهشون میومد چه کاره بودن باحال بود. خب بریم مجید خراتها نصاب کولر بیرانوند مسئول نمیدونم آویزون کردن لباسا رو بندی جای همچی کاری داری؟ بیرانوند شریفینیا محمد رضا شریفینیا. بله بنگاه معاملات ملکی رضا گلزار باید مدل میشد اصلا این باحال. ببین بیران بندت عالی بود. هم میتونست موزیک کار کنه چون بیران بند یه نفره مثل فرزاد فرزین میشه. راست میگه فرزاد فرزین هم میتونست بند بزنه. دو نفره پنج شیست دوست صمیمیت پسرا خب اینایی که همیشه میبینیشون که دوست دختر هم دارن اگه قرار بود دوست دختر یکیشون رو انتخاب میکردی و باش زندگی تو ادامه میدادی چی بود؟ فکر کنم خیلی حاشیه یه نه؟ ایکس منو که داداش این باور کن حداقل 10 میلیون پول طراح سرنه داده
داداش در واقع میدونی که این جزء قوانین بازیه نبود، ولی چون دوستای ما با جنبن اینو سعی میکنیم جواب بدیم. در واقع قرار نبود سوم شخصی که معروف چیست رو بیاریم تو، ولی میاریم چون دوستامون با جنبن. حالا اسم کوچیکش هم میتونی بگی؟ حالا اسم کوچیک رفیقمون رو بگیم. بذار من دوست دختراشون رو فکر کنم یه لحظه بهشون. ماشاءالله هیچ کم دوست دختر خوبی نداره آخه بهش فکر. تو بگو تا دوستات تو دوستات بگو یکی بگو مخد. فواد جان از همینجا به سلام میکنم علی جان، من اگه میشه باهات بعد لایو یه کاری دارم. علی جون منم عذرخواهی میکنم علی آجا دیگه، من آلمانم هستی الان، راهت هم دوره، کرونا هم هست، کرونا هم هست، مرزا بسته هست داداش، عذرخواهی میکنم برات. خب پدرام جان، سه تا ساوندترک باید انتخاب بکنی، موسیقی متن، برای اینکه تو سه تا موقعیت زندگیت همیشه اینا پلی شه. ایرانی. یک، یعنی من سه تا موقعیت رو بهت میگم. یک، وقتی رانندگی میکنی. دو، هنگام سکس. سه، دستشویی. یعنی تا آخر زندگی تو این سه موقعیت این سه تا ترک رو باید گوش بدی، برای هر کدوم یه ترک. ببین موقع رانندگی خب خیلی دوست دارم استیل دی آر ای و اسنوپ داگ رو گوش کنم. ایرانیه دیگه نیست؟ با اون لحکه ای که گفتی قصدی رفتم اون برای آره. اسنوپ داگ استیل دکتر دری استیل نه. خب بذار بگم، واقعا فکر کنم برای ماشین آهنگ جیبور خیابان جنوبی رو گوش میکنم، خیلی خفن سانترکش. آره خیلی خفن. خب بعد موقع سکس ناصر چشمازه، باران عشق. باران عشق کسی نخونه حواسم پرت شه، اون احتمالا آخرا گوش بدی. خب برای دستشویی کردن نمیدونم، برای گلاب بری. آره چنگیز حبیبیان اگه فول آلبوم آخرش باشه. هنوزم یاد تو روشن‌ترین فانوس راه. وای عالی انتخاب میکنه. من انتخاب تو واسه دستیمو کار کنی به بابا. خیلی خوب بپرس آقا در خدمت بفرمیون. بچا بدترین راهی که پول در آوردین چی بوده؟ بدترینش بعد آموزی داره ولی گوه نداره چیه. من تو خونم پوکر میذاشتم بازی میکردن، خیلی از بچه‌ها میومدن، خودم هم بازی نمیکردم. آره منم بیرونی میگرفتم، کانیات میگرفتم، خیلی زندگی خوبی داشتیم تا اینکه دیگه بازی نکردم. من خودم بازی میکردم ولی خیلی دلم خوش بود به کلا. آقا اگه قرار بود همکاری تو با یه خواننده از تو رزومت پاک کنی، کی بود اون خواننده؟ همکاریمو با یه رزومه خیلی هم میگه خیلی هم یه کار برای مانی رهنما زدم که خیلی داستانهای بدی پشتش پیش اومد و واقعا اگه الان برگردم اولش اصلا اون کار شروع نمی‌کنم. پس میشه مانی رهنما جوابت. دمت گرم. برو بریم سوال کن. خب یه جایی هستین، یه دختری هست خیلی خوبه، خیلی اصلا حد نداره و شما یه چالشی دارین برای ما دادن این. آره خب. حالا به نظر کدوم برنده میشه، کدوم بازنده؟ چرا آقا اگه تو جمع ما دوربین عکاسی نباشه من 10 هیچ جلو هم ازش راست میگه. بره سراغ دوربینه داداش. حالا که هست نشاد نباشه کامبیز میبره. اگه تو مارکت موسیقی ایران میخواستی با یه دختر دوست بشی، اون دختر کی بود؟ احتمالاً این سخته، فکر کنم با سوگند آرتیسته حال میکنه. آقا بریم سراغ این بازیه. بریم سراغ این بازیه. ببین ما 6 تا سوال میپرسیم، هر کدوم از این سوالا سریع باید تو 5 ثانیه جوابشو بدی. خیلی کوتاه. تو 5 ثانیه. اگه تو 5 ثانیه جواب ندی هر کدومش یه جریمه کوچیکی داره. حاضری؟ تمرکز میخواد. 3 جای بدنت که سوراخ داره. دماغ، چشم، گوش. باریک الله. هیچ چیز دیگه نداشت. خب 3 تا کاری که تو تخت میکنی. کتاب میخونم، سیگار میکشم و لافو میکشم رو خودم.
دو تا فوش که با که شروع میشه. کسافت کودن. تموم شد. دیلیشو در نظر نمیگیریم. دیلی چی در نظر بگیریم؟ داشت از موقعی شروع کردی شروع کرد. حالا بذار کلی میریم. فعلا یه جریم. آره یه جریم که میخواستم. یه میانگین کلی میگیریم. خیلی. سه تا کاری که تو حموم میکنی. گفت مگه چشم؟ آقا اجازه بده. ویدیو چک میخوام بچه ها. شما چشم جواب دادی تو سوالا. دماغ، چشم، گوش. چشم سوراخ داره. سه تا کاری که تو حموم میکنی. سه تا کاری که تو حموم میکنم. ریشمو میزنم، دوش میگیرم، موهامو میشورم. میپذیری. فعلا یک و نیم جریمه. سه تا چیزی که از دخترها دوست داری. اعتماد به نفسشون، دماغشون، چشاشون. دماغشون ببین فقط میگه که رفت کنه. حالا دیگه سرعتی رو میگیرم آخرش. سه تا چیزی که در مورد خودت دوست داری. من جریمه‌شو میپذیرم. آفرین. خب میریم سراغ جریمه رو. تو بگو جریمه. آقا دو تا جریمه ریز بگو. دو تا جریمه. آقا یه چیزی الان میگن مجاری گوشه چش سوراخه که اشک و اینا میاد از توش. داداش اون اگه سوراخه واقعا چیزی. آقا جریمه هایی که داری مثلا سوراخ باید یه چیزی از توش رد شه. آقا جریمه هایی که داری یکیشو میخوای من انتخاب میکنم. یکم تو بیماری میگی بیخیال. آقا جریمه هایی که داریم کلا باحال، دور هم میگیم میخندیم، خیلی عجیبی نیست. جریمه اولی که بهت میدیم اینه که 30 ثانیه یه 30 ثانیه یه ریمیکس به سلیقه خودت درست کن از احمد ذوقی. به به خوراکم مثلا این تخصصم. احمد ذوقی. آره ناصر. آره ست ناصر. مزاحم میاد. مزاحم اومد؟ نه نه خود مزاحم اومد. نه نه مزاحم اومد؟ نه نه خود مزاحم اومد. نه نه بیا با اینجا صحبت کنیم. اسم چیه؟ چند سالته؟ ها؟ لای بیمیرم برا. آخ بیمیرم برا. لبان رو نگه داشتم. مزاحم اومد؟ نه نه خود مزاحم اومد. نه نه شهلا خدا وکیل نه یا شهر تمام میرم بهت. میخوای بیارم اونجا بدم. آه 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 آقا یه دونه ترک 6 و 8 رو همین الان که لایف هستی قبل از اجرای آخرت خیلی جدی با سبک پدرام آزاد برامون اجرا کن. کوتاه در حد 30 ثانیه. ملودیش هم حتی عوض کن. ملودیش عوض کن. فقط تکستش همون باشه. دیشب اومدم خونتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی. به خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنم، شمی که نزد کرده بودم واسه تو ادا کنم. دروغ نگو. بریم سراغ اجرای اصلی دیگه. دیگه اگه چیزی نمیپرسید تابلو اجرا هم برداریم. آره من بگم مازیار دوستم بیاد گیتار بزنه که بریم. پدرام بگوشه ترکیه. آه ترک حرف داشتمه. گفتم شاید اکثرا شنیده باشن. اونو بخون. برو بریم آقا. صدا گیتار میاد؟ بله. دلم گرفته باز تو این هوای کم، نفس نمی کشم تو این هوای کم. یه روزی جای حرف نذاشتی که بگم، نابود شدم داغون شدم. حرف داشتم من اون روزا چقدر فرق داشتم. منم شبیه تو یه قلب داشتم، خودت میدونی که حق داشتم. نزارم بری چون حرف داشتم. من اون روزا چقدر فرق داشتم. منم شبیه تو یه قلب داشتم.
خودت میدونی که حق داشتم نذارم بری، هنوز یک سزد اینجا تو خونمه، هنوز هوای تو اینجا سخونمه، چقدر سخته برام این تنها بودنه، چه زود گذشت. یادت میاد گفتی ستاره ها نمیرسن به ما، گفتی که عاشقا نمیرسن به ما، از اون رویا فقط یه من مونده، نما نابود شدم داغون شدم، حرف داشتم من اون روزا چقدر فرق داشتم، منم شبیه تو یه قلب داشتم، خودت میدونی که حق داشتم نذارم بری، چون حرف داشتم من اون روزا چقدر فرق داشتم، منم شبیه تو یه قلب داشتم، خودت میدونی که حق داشتم گذاشتم بری. به به، دمت گرم بابا. مرسی. آقا پروداکشنت هم معرکه بود. چاکر، یه تنوعی بدیم دیگه ها. عالی بود داداش، دمت گرم، خیلی عالی. چاکر. مراقبتون گردن هستید. همه بچه خدا بینید.